این یه نامه سرگشاده است برای آقای دینیار، دوست قدیمی. انشالله خودتون و خانواده خوب هستین. ببینین آقای دینیار، مدتی پیش، چند سالی هستش پیش، تو اینترنت، تو فیسبوک، یه آقای محترم، یه آقای محترم مسن یزدی و من تو فیسبوک فالو میکردیم دیگه، دوست بودیم، فالو میکردیم، نمیشناختم ولی خب پستاشو میدیدم به عنوان دوست تو فیسبوک. و این آقای محترم مسن زرتشتی یزدی یه موقع برگشت خیلی پست میذاشت در رابطه با ویدیوهایی که با تلفنش میگرفت جای مختلف، فکر کنم کالیفرنیا بود، حالا بیورلی هیلز بود، محلش بود، شاپینگ مالش بود، این ور اون ور، جاهای قشنگی که به نظرش مدرن، قشنگ، زیبا، ساخت و ساز شده میومد و ویدیو میگرفت میذاشت تو فیسبوک و احتمالا برای رفیقاش تو یزد که ببینن وصفل ایش نصفل ایش. به سلامتی. و خب احتمالا رفیقاش هم توی یز کلی میدیدن، حال میکردن و whatever، صحبت میکردن راجبش. این گذشت تا یه موقعی ایشون برگشت گفتش که یه پست دیگه مثلا نوشت، به صورت فارسی نوشت که تو فیسبوک پیجش که کاشکی، این کوته ایشونه، بهش گفت کاشکی ایران میشد ایالت 51 آمریکا، چه خوب میشد اگه ایران میشد ایالت 51 آمریکا. و خب جالب بود، منطقیه، خب آدم میره یه جای خوبی رو میبینه، یه جای باصفاست و آروم، بدون درد سر، بدون زد و خورد، بدون برنامه رو میبینه و میگه کاشکی خب خونه ما هم مثل این خونه بود دیگه. در جواب ایشون من همون موقع تو فیسبوک نوشتم که خب نظرتون خیلی خوبه آقای محترم، منتها توجه دارین که پورتوریکو الان تقریبا 100 ساله تو صف وایستاده، بیشتر از 100 سال تو صف وایستاده که بشه ایالت 51 آمریکا. پورتوریکو یک جزیره است، 120 مایل از آمریکا بیشتر فاصله نداره. 120 ساله اینا، یا تازه نمیگنم آقا حتما ما میخوایم بشیم ایالت، میگن آقا یا به ما میخوایم از مستقل بشیم یا ما بشیم ایالت 51. آمریکا هیچ کدومو اجازه نداده پورتوریکو بشه. هر لیدری، هر مسئولی، هر کسی هم بوده اونجا که سر و صدایی کرده و چهار نفر دورش جمع کرده که بالاخره به یکی از این دوتا هدف برسه، آمریکایی سر به نیستش کرده. در نتیجه پورتوریکو الان بعد از 120 سال که خب قبلا مستعمره اسپانیا بودن و بعد شدن برای آمریکا، منتها آمریکا دیگه بهشون نمیگه مستعمره، کالونی، آمریکا یه اسم دیگه انتخاب کرده واسه شون، میگه تریتوری. تریتوری میشه قلمرو. توی ما اینکه یا اسپانیا میگفته آقا کالونی کالونی کالونی، آمریکا یا همون رفتار رو با پورتوریکو دارن و منتها اسمشو منتها عوض کردن، گفتن آقا شما تریتوری ما هستین، یعنی شما قلمرو ما هستین، قلمرو. حالا بگذاریم از این که خب این قلمرو بودن، نتیجهش این میشه که قانون اینا را پاس کردن که پورتوریکو واردات صادرات با هیچ کشور دیگه نمیتونه بکنه، اگه میخواد بکنه از طریق آمریکا باید بکنه. یعنی هر تنها کشتی هایی که مبدأشون آمریکا بوده میتونن وارد پورتوریکو بشن.
و مبدع آمریکا هم مشخص کردن جکسون ویل فلوریدا است. یعنی الا بلا فقط کشتی هایی که از جکسون ویل فلوریدا حرکت میکنن، کشتی های باری که از جکسون ویل فلوریدا میتونن با پورتوریکو برن بیان و تجارت بکنن. نقطه سر خط. هیچ جای دیگه ای دنیا، هیچ کشور دیگه نمیتونه با پورتوریکو مستقیم رابطه تجاری داشته باشه. این قلمرو ماست، این مستعمره ماست. anyway منظور چی از این حرفا؟ منظور اینه که آهان، از مسائل دیگه هم که واسه پورتوریکو یا در نظر گرفتن اینه که اینا حق رأی ندارن در پورتوریکو. یعنی شما اگه پورتوریکویی تو به دنیا میای تو پورتوریکو، تو پورتوریکو حق رأی نداری. ولی اگه پورتوریکو رو ول کنی بیای تو خود آمریکا، اینجا حق رأی داری، نه تو خود پورتوریکو. ولی از اون طرف سفید پوستایی که میرن پورتوریکو مستقیم میشن، آمریکاییایی که سفید پوستایی که میرن پورتوریکو مقیم میشن، اونا میتونن از طریق پست رای بدن. هدف اینجا بیسیکلی اینه که به خاطر اینکه اینا کلن با پورتوریکویا مشکل دارن، به خاطر اینکه پورتوریکایی ها قهوه‌ای و سیاه هن، یه مقداری دورگن، یه مقدار قهوه‌ای هن، یه مقدار سیاه هن. نقطه سر خط. به خاطر اینکه نژادشون قهوه‌ای و سیاهه، یه مقدارم سرخ پوستن، محلی هن، قهوه‌ای هن، سیاه هن. خلاصه سفید، اکثریت سفید نیست، اکثریت پورتوریکو سفید نیست. چیزی که در داخل آمریکا اکثریت سفید پوستن، یا به قول من پوست صورتی هم، تنها به دلیل اینکه اکثریت تو پورتوریکو سفید پوست نیستن، پورتوریکو رو اجازه ایالت بودن بهش ندادن. در اینجا باید اشاره کنم، یه پانویسی بگم که اصلا یه جایی رسید که میخواستن رای بگیرن، صحبت از مثلا 50-60-100 سال پیشه، میخواستن رای بگیرن یه جا، در حین گفتگو در همین رابطه پورتوریکو و فلان اینا، یکی از این سناتورای سفید پوست آمریکایی برشته بود، گفته بود که یعنی چی به این سیاسخته های آدم خور ما باید اجازه رای دادن بدیم، اجازه سیتیزنشیپ بدیم، اجازه بدیم نماینده داشته باشن این سیاسخته های آدم خور. رسما این لغت آدم خور رو استفاده کرده بود بابت کسایی که توی جزیره، تو جزیره های مختلف. آخه پورتوریکو هم تنها قلمروی آمریکا نیست، امریکن ساموا، نمیدونم چندین تا قلمروی ندارن. صحبت از 20 تا جزایر مختلف توی آتلانتیک و توی پسیفیک جز قلمروی آمریکا حساب میشه. بقیهش هم که قلمروی انگلیسه، هنوز مستعمره انگلیسه، میگن جز کامن ولفه. ببینین، منظور از همه این حرفایی که من به این آقای پیرمرد محترم یزدی زدم چی بود؟ موضوع این بود که این آدم ها میان حرفای این سفید پوستا رو میشنون که چه حرفای خوبی میزنن، حقوق بشر و برابری و برادری و ما قربون دودول طلای ایرانیا بریم، این حرفا رو میشنون، بعد وضعیت خود آمریکا رو هم میبینن، حداقل جای خوبشو میبینن، برمیگردن میگن ای خب چرا که نه، ما بشیم ایالت 51، مثلا ما عاشق آمریکاییم، بیایم بشیم 51. اینا که مشخصا دارن میگن عاشق ما هستن. واقعیت اینجور نیست آقای دینیار، واقعیت اینجور نیست. چرا اینجور نیست؟ اینطور میتونم برای شما مثال بزنم که شما یزد کرمون همیشه سیستم ارباب رعیتی یادتونه؟ یه اربابیه، یه تعداد خیلی زیادی رعیتن که براش کار میکنن، ارباب تو خونه مجلل و عالیش زندگی میکنه، رعیت ها توی خونه خیلی درویش مآبی زندگی میکنن.
رابطه سفید پوستای کانادایی و ایران اینه که اینا کانادا رو میخوان مدرن باشه و ساخت و ساز شده باشه و بهترین باشه و عالی باشه، چون خونه خودشونه. ایران خونه رعیت هاست. اینا هیچ وقت نمیخوان که ایران مثل کانادا ساخته بشه. ممکنه خیلی حرفا بزنن، حرف ارزونه، حرف همه کی میزه، همه کی از حرف میزنه، ولی در عمل در واقع ما میدونیم که اگر خونه رعیت قرار ساخته بشه به خوبی خونه ارباب، که دیگه ارباب پولی نداره خونه خودشو بسازه، بهتر بسازه. ببینین منظور اینجاست که لیبی باید داغون بشه که پولای لیبی سر از فرانسه و انگلیس و کانادا و آمریکا و استرالیا در بیارن، پولای پولدارای لیبی داخل لیبی نمونن، برن اونجا. با این پولا خونه ارباب ساخته میشه. ونزوئلا باید خراب بشه که پولا فرار کنن برن آمریکا، کانادا، انگلیس، فرانسه، استرالیا. ایران باید خراب بشه، عراق باید خراب بشه، افغانستان باید خراب بشه که این پولا یه خونه دنبال یه خونه امن و آروم بگردن که محله سفید پوستاست تو این کره زمین. یعنی زمانی که به شما کانادایی‌ها برمیگردن میگن آره ما عاشق ایران و ایرانی ها هستیم، ما امیدواریم که ایران بشه مثل کانادا، دروغ دارن میگن. به قول انگلیسی زبان ها میگن it's like shooting themselves in the foot. اگه واقعا برای ثبات و رشد کشورهای دیگه اینا واقعا تلاش داشته باشن که دیگه کشور خودشون ساخته نمیشه. این ثروت از کجا قراره بیاد؟ آفریقا قراره هر روز در جنگ باشه که هر کی 2000 تونست تو آفریقا جمع بکنه، از لیبی و مراکش و مصر و آفریقای جنوبی و زیمبابوه و کنگو و هر چی نه اسم ببرین دیگه، همه اینا باید در آن واحد همشون در حال جنگ باشن یا بین جنگ باشن. توی مرکه جنگ و مثلا 10 سال ساکت، دوباره 10 سال جنگ، 10 سال ساکت، 10 سال انقلاب، 10 سال انقلاب و دوباره جنگ، انقلاب، جنگ، انقلاب، جنگ، انقلاب، جنگ، که اینا ثبات نداشته باشن، که پول سرگردان تو مملکتشون نباشه. همه اینا یه پول، یه خونه، این پولا یه خونه پیدا کنن تو نیویورک، تو لندن، تو پاریس، تو تورنتو، تو سیدنی، که خونه ارباب ساخته بشه. اینا ثروت خودشون نیستش که کانادا رو ساختن باهاش. سفید پوستا ثروت خودشون نیستش که لندن رو ساختن. لندن از خداش همه دنیا، همه کره زمین، لندن از خداشه که همه کره زمین در آتش باشه. غیر از انگلیس. همه کره زمین اگه در آتش باشه، غیر از انگلستان، تمام پولا، ثروت‌ها، مغزها سر از انگلیس در میارن. خیلی ساده است. خیلی ساده است. اینا همیشه کارشون به ظاهر میگن ما صلح و دوستی و همه، ما عاشق همه آدمای دنیاییم و حقوق بشر و نمیدونم کوفت و زهرمار، ولی در عمل همیشه آتش بیار معرکن. آره من باور دارم که شاه و اینا نمیخواستن بمونه. بذار اینجوری بگم، شاه خودش بیارزه بود. مهمترین دلیل بیورزگی شاه هم، شاه آخر ایران هم، این بود که باباش فرستادتش سوئیس درس بخونه، اونم نه در مرحله ابتدایی بلکه تو دبیرستانش فرستادتش سوئیس.
کالجش هم مثل این که تا یه حدودی مثلا حالا یا فرانسه بوده یا سوئیس بوده. آقا شما یکی نیست بگی آقای رضا شاه چقدر تو الاغی مرتی که مثلا پسرت مگه قرار بشه شاه سوئیس، مگه پسرت قرار بشه ولیعهد و همه کاره سوئیس، پسرت قرار روی شهر ری حکومت کنه، تو میفرستیش آداب معاشرت و اخلاق با اخلاق و آداب معاشرت سوئیسی آشنا بشه، پسرت قرار روی بیرجن حکومت کنه، روی سقز و آبادان حکومت کنه، شما میفرستیش سوئیس که با خلق و خوی سوئیسیا آشنا بشه. Fuck you. اشتباه اصلی در امول بودن خود ایرانیاست، در احمق بودن خود ایرانیاست، از جمله رضا شاه. از اون کشف حجابش که به زور بود کلی مردم رو ریخ به هم، اعصابا رو ریخ به هم، مثل همینا که دارن به زور حالا حجاب میکنن سر مردم، دوباره کلی اعصابا ریخته به هم. از اون گوسالهی که به زور حجاب میخواست سر مردم بکشه تا این گوسالهایی که به زور میخوان حجاب بکنن سر مردم، یکی از یک گافترین ما ایرانی ها گاف، تا اون پدر گوساله ما که فکر میکرد که علامه دهر ملقبه. از مسئله پرد شدیم. آقای دینیا ببین، خونه ارباب تنها حالتی ساخته میشه که یه تعداد خیلی زیادی رعیت تو خونه های درویشی زندگی کنن، اون وقت تمام این ثروت میتونه بره یه جای خاص رو بسازه که بشه خونه ارباب و خیلی مجلل بشه. بعد خودت به وضعیت خودمونم نگاه کنین متوجه میشین که ما هممون یه جورایی با خواهش تمنا اجازه گرفتیم از این ارباب، اربابامون که سفید پوستا باشن، با خواهش تمنا ازشون اجازه گرفتیم که اون خونه رعیتی رو ول کنیم بیایم یه گوشه ای توی خونه ارباب اتراق کنیم. چه مزمنی که اتراقم خیلی موقتیه، سال به سال باید تجدید اجازه اتراق به من بدن، چه شما که اتراقتون دائمی و سیتیزنید. در هر صورت شما رو اینها ارباب های سفید پوست خواستن، اجازه دادن که تو گوشه ای از زمینشون اتراق کنین، در صورتی که اون سرویسی که اینا میخوان ارائه بدین. مگه غیر از اینه؟ موقعی که موقع مهاجرت، حتی این کشورهایی که تازه مهاجر قبول، سفید پوستایی که تازه مهاجر قبول میکنن، کشورهای سفید پوستی که تازه مهاجر قبول میکنن، همشون امتیازیه. میگه آقا بیا به من بگو چی کاره ای، چه هنری داری، آیا تو به کار من میای؟ قشنگ حالتی که ارباب برای خونه خودش یه باغبون نیاز داره، یه کفاش نیاز داره، یه دونه یه بنا نیاز داره، یه دونه کیسه کش نیاز داره، یه فلان نیاز داره، میره از بین این رعیتاش تعداد آدمی که نیاز داره که تو خونه خودش به خودش سرویس بدن انتخاب میکنه، برمیاره میداره میاره خونه خودش. غیر از اینه ارباب سفید پوستی مثل انگلستان، مثل کانادا، مثل آمریکا میرن توی رعیت خونه ای مثل ایران، میگن آقا ما حاضریم به این آدمایی که ما نیاز داریم، به این هنرها، به این فنها، اگر دارین بیاین ثبت نام کنین، ما اگه از ازتون خوشمون اومد اجازه میدیم بیاین تو مملکت ما یه گوشه ای تو خونه ارباب یه گوشه ای سرتون رو بگیریم پایین، نفستون هم در نیاد تا ما اجازه بدیم شما خونه ارباب زندگی کنی، حداقل دور و برت لوکس باشه، حالا خودت تا آخر اون بعد چون بدی کار کنی بمانه، حداقل دور و برت متمدن باشه، حداقل دور و برت ثبات و آرامش داشته باشه. ببین وعده‌ای که سفید پوستا دارن میدن به این همه رعیت دنیایی که از خداشون و پاشون برسه با آمریکا و کانادا چیه؟ وعده اینه میتونین بیاین تو خونه اربابی ما زندگی کنین، وعده ثبات و آرامشه.
تمام شد رفت. این وعده اصلی آمریکا و اروپا است، فرانسه و انگلیس، استرالیا و نیوزیلند. خونه اربابی سفید پوستی اینجا میای، سرتو پایین میندازی، کار مثل الاغ کار میکنی. آقای رعیت ایرانی، آقای رعیت عراقی، آقای رعیت افغان، آقای رعیت، ولی بدون که رعیتی، چون داری از افغانستان میای چون پوستت سبزه، چون داری از آفریقا میای چون پوستت سیاهه، چون داری از آسیای میای چون پوستت زرده، تو رعیتی، ما سفید پوست اربابیم، نقطه سر خط. و اینها هیچ وقت، آخه اگر کمک کنن که ایران و افغانستان و عراق و اینا، اگه اینا با ثبات و آرامش باشن، دیگه این پولها و این مغزها و این حرفه ها که اینا نیاز دارن که تو خونه خودشون میمونن، نیازی ندارن برن خونه ارباب حمالی. اگه رعیت خونه خودش خوبه، لوکس مجلل با ثبات و آرامشه، که دیگه چه خرکیونش نذاشته که بره خونه ارباب هم مثل بنده باهاش برخورد بشه. ببینین آقای دینیار، بی بی سی، ایران اینترنشنال، نمیدونم صدای فرانسه، صدای آمریکا، صدای این، صدای اون، صدای اون یکی، اینا همش صدای اربابان. آیا منظور من اینه که این گوساله های آخوندا اشتباه نمی کنن؟ نه، اینا روزی 10 تا اشتباه دارن می کنن. آیا منظور من اینه که اون شاه اشتباه نمی کرد؟ چرا؟ شاه هم روزی 10 تا داشت اشتباه می کرد. ولی واقعیتش اینه که همون گوساله ایرانی، همون شاه اگه اون موقع بود، یا همین آخوندا، اگه اینا تکامل پیدا کنن بهتره تا جامعه ایران دچار یه تحول تلاطم ناجور بشه. آره، شما آقای دینیار، دوست عزیز، و بقیه، من و بقیه دوستان این گوشه دنیا نشستیم میگیم آره اونجا انقلاب بشه بهتر میشه. نه، نتیجه انقلاب هیچ وقت بهتر نیست. نتیجه انقلاب اینه که حداقل 20 سال از اینی که هست بدتر میشه، حداقل. بگیر بگیر و بکن بکن و نمیدونم تیر و تیر کشی و انفجار اینجا و انفجار اونجا، و اینجا آدم میگیرن ترور میکنن و اونجا اعدام میکنن و اونجا چون میذارن و سرمایه ها از ایران میره. همین سرمایه که تو ایران مونده، عکسای تهران رو ببینین، کلی سرمایه توی ایران ساخت و ساز شده، با کلی سرمایه اینا ساخت و ساز کردن، اسلحه سازی که دارن میکنن، کوفت زهرماری که دارن میکنن، بالاخره یه خاکی تو سرشون دارن میکنن. ملت ایران، نه کاری با حکومت نداریم، ملت ایران چارتایی که اونجا حاضر شدن بمونن، یه خاکی دارن تو سرشون میکنن، چهار تا مغز موندن، چهار دلار سرمایه مونده و دارن یه چیزی دارن، یه خاکی تو سرشون دارن میکنن. ثبات و آرامش دارن، ثبات و آرامشه چه اجازه نمیده که همین دوزاری که تو ایران مونده سر از لندن در بیاره. شما یه انقلاب دیگه بشه فردا، همین دوزارم میره، اون دوتا عقلی هم که موندن اونا هم میرن، ایران میشه لیبی، ایران میشه عراق، پاره پوره، پاره پوره. و دیگه هم اون وقت شما تو اخبار ازش نمیشنوید. توجه دارین که یه 10 سالی از لیبی چیزی تو اخبار نمیشنیم. زمانی که معمر قذافی بود اونجا، مملکت داشت کار میکرد، جاده بود، مدرسه بود، بیمارستان بود، دانشکده بود. جدیدن یه جا خونده بودم که دانشکده هاشون هم مجانی بوده، بیمارستان هاشون هم مجانی بوده. محمد قذافی واقعا پول نفت رو میگرفته خرج ملتش میکرده. بد بود. یعنی چه خرج ملت؟ ملت لیبی از لحاظ نظر سفید پوستا، ملت لیبی باید چیر بخورن. الان رفتن چون لیبی رو پاره کردن سفید پوستا،
تمام پولای بی سرپرست لیبی سر از فرانسه و انگلیس در آورد، نیویورک و تورنتو در آورد، نقطه سر خط، مشکل حل شد. حالا دیگه اصلا اخبار صحبتی از لیبی نمی کنه، اصلا نیست، انگار وجود نداره. لیبی کجاست؟ I don't know, fuck it. ببینین آقای دینیار، آره ما هم با آخونده مشکل داریم، منتها مشکل من و شما با آخونده اینه که اینا چرا دو دستی این دینه رو چسبیدن، یه ذره کوتاه نمیان از لحاظ حقوق اجتماعی، یه ذره مردم آزاد نمیذارن. مشکل سفید پوستا با ایران چیز دیگه ایست. مشکل سفید پوستا با ایران اینه که چرا ایران کلن جاده داره، چرا پل داره، چرا تونل داره، چرا اصلا اصولا داره اسلحه سازی میکنه. بابا دعواشون سر همینه، میگن گوه خوردین شما اسلحه سازی میکنین، گوه خوردین نیرو اتمی دارین، بیاین امضا بدین اینجا که نیروی اتمیتون رو از هم جدا کنین، بردارین، اسلحه سازی هم قول بدین نمیکنین. اینا حاضر شدن امضا بدن که آقا ما دیگه نیروی اتمیمون رو تلاش نمیکنیم بمب اتمی بسازیم. بعد اینا دبه در آوردن، گفتن گوه خوردین، بعد بیاین امضا بدین اسلحه سازی هم دیگه نمیکنیم، موشک هم نمیسازیم. ای بابا، میخوای ما تنبونمون رو بکشیم پایین، میخوای وازلین هم بزنیم دیگه، چی میخوای دیگه چیکار کنیم؟ یعنی ببین مشکل اینا اینه که ایران چرا لیبی نیست، ایران چرا به پارپوره‌ای افغانستان نیست که این پولا همون دوزارش هم که تو ایران هست سر از لندن در بیاره، چرا اینطوری نیست؟ اینا حرفشون اینه، هر حرکتی هم میکنن در جهت اینه که خاک ایران رو به توبره بکشن، خاک عراق رو به توبره بکشن، خاک سوریه رو به توبره بکشن، خاک افغانستان رو به توبره بکشن، خاک پاکستان رو خاک هندوستان و انگلیس ها 200 سال داشتن به توبره میکشیدن، خاک هندوستان رو عملاً انگلیس ها داشتن 200 سال به توبره میکشیدن، سنگ های گرانبهاشو جمع میکردن بعد از به توبره کشیدن، سنگ های گرانبهاشو میبردن انگلیس. اینا هدفشون اینه، هدفشون هم از 200 سال پیش تا حالا عوض نشده، از 500 سال پیش تا حالا عوض نشده، از 1000 سال پیش. آقا این سفید پوستا خیلی عوضیه، خیلی خشنن، خیلی خودخواهن و خیلی اصطلاح انگلیسیش هست میگن پارانوید، خیلی خشن و پارانوید هستن. اگه شما فکر کردین عربا خشن و پارانوید هستن، خشن هستن فلا، این سفید پوستا از اونا خشن تره. عربا را نیفتادن برن مثلا ویتنام و کنفیکون کنن که مثلا بتونن جای پای پیدا کنن. ببینین مشکل اینا اینی که آخوندا بدن نیست، که آخوندا پس رفته هستن، آخوندا مال عصر حجرن. مشکل اینا اسلام نیست، مشکل سفید پوستا، مشکل آمریکا، اروپا، فرانسه، انگلیس، کانادا، آمریکا، استرالیا، مشکل اینا نه آخوندا هن، نه اسلام هن، نه واسه شون ایرانی ها مهمه. تنها چیزی که واسه اینا مهمه اینه که چرا ثبات و آرامش داشته این ایران در طول 40 سال گذشته، چرا ثبات و آرامش داشته، جنگی نبوده، انقلابی هم نبوده، این ثبات و آرامش باعث شده که یه مقدار پول تو ایران با بمونه، یه مقدار زیادشو خب دوستان برداشتن آوردن بیرون از آمریکا، بالاخره بیرون از ایران، بالاخره تجارت کردن، خونه خریدن، ملک خریدن، whatever.
ولی یه مقدارش تو ایران مونده. اینا مشکل دارن که این چرا یه مقدار تو ایران مونده. اینا ایرانو مثل لیبی میخوان پاره پوره. در اون حالته که کاملا میتونن بچلونن ایرانو تا قرون آخرشو در بیارن، مغزها رو تا دونه آخرش از ایران فراری بدن. بشه به اینه اول انقلاب. اول انقلاب چجوری بود تو ایران؟ هر کی به اندازه 2000 شعور داشت و 2000 پول داشت از ایران کند اومد بیرون. به نفع چی شد؟ به نفع انگلیس شد، به نفع فرانسه شد، به نفع آمریکا شد، به نفع کانادا شد، به نفع استرالیا شد، به نفع نیوزیلند شد. فقط به چه دلیل؟ به دلیل اینکه ثبات و آرامش به هم خورد. ثبات و آرامش. اینا میخوان انگلستان تنها هدفش در زندگی در طول تاریخشون اینه که ثبات و آرامش کشورهای دیگر رو به هم بزنه. ببینین یادتون هم باشه، ببینین کی دارم میگم. اگه یک نظام موافق انگلیسا، نظام موافق غربیا، سفید پوستای ناتو وارد ایران بشه به هر طریق، به هر نحوی، مطمئن باشین که انگلیسا، آمریکایی‌ها، کلند این سفید پوستا از خداشونه که همون جور که در اوکراین یک جبهه غرب بر ضد روسیه باز کردن، از خداشونه که ایران زیر دست خودشون باشه. سفید پوستا از خداشونه که ایران زیر دست خودشون باشه و یک جبهه جنوبی بر ضد روسیه باز کنن از طریق ایران. و بهایی که ایران خواهد پرداخت اگه شروع کنه دوباره با یکی از همسایه ها جنگیدن اینه که روسا دوباره ایرانو با خاک یکسان میکنن، همون جوری که اوکراین الان با خاک داره یکسان میشه. ببین تنها جنگ اوکراین و روسیه، تنها برندش آمریکا و انگلیس و فرانسه و کانادا و استرالیا بودن، چون تا دلتون بخواد اینا دارن اسلحه میفروشن. حتی اوکراین پول نداره بده، اینا دارن اسلحه نسیه میفروشن به اوکراین. نسیه یعنی تا 100 سال آینده اوکراین هرچی در میاره باید قرام بدهیاشو پس بده، حتی اگه مستقل بشه اوکراین. یعنی یه جوری اوکراینیا بهتر مستقل نشن، بهتر روسیه ببره اوکراین، زمینه روسیه بشه، چون در اون حالت دیگه قرار نیست پول مهمات مصرف شده رو بده. و الا اگه اوکراین واقعا ببره تا 100 سال آینده باید پول اسلحه به اینا پس بده. ببینین و در ضمن یه موقعی بود آقای ترامپ برگشت گفتش که به نروژیا، برگشت گفتش که آی شما چرا مهاجرت نمی کنین با آمریکا، ما شما بیاین با آمریکا، شما مهاجر بفرستین، ما چرا همش داریم مهاجر مکزیکی میاد تو آمریکا، چرا نروژیا نمیاد؟ منظورش این بود که خب چرا سفید پوستا نمیان، ما نمیخوایم دیگه این همه مهاجر حمال مکزیکی بیان، رعیت مکزیکی هم نمیخواد بیاد اینجا حمالی بکنه، توی ماهی که ما حمال سفید پوست میخوایم. که خب نروژی ها که کلی بهش خندیدن که با نروژ وضعیت زندگی تو نروژ خیلی بهتر از وضعیت زندگی تو آمریکاست، از لحاظ تامین اجتماعی و تامین بهداشتی و از همه نظر مثلا 100 برابر نروژیا به ازشون بهتر از آمریکاییاست. من بودم دیدم. و این حرفش این بود تو مگه خب مگه مریضن جای خوبو بذارن برن بیان خدمت شما بشن نوکر شما؟ ولی داریم میبینیم الان چیا دارن میان آمریکا، از خداشونه دارن التماس میکنن که آمریکا بهشون جا بده، همین اوکراینی های بدبختن. یعنی یه چکی انداختن تو تنبون اینا که اوکراینا از هرچی مغز بوده خالی کردن، از هرچی پول بوده خالی کردن. آخر سر چه اوکراین و روسیه، چه روسیه این جنگو ببره،
چه ببازه اوکراین چیزی ازش نمیمونه. نقطه سر خط. مغزهاش رفتن، ثروتهاش رفتن و سرزمین با خاک یکسان شده. یه جورای اون اول روسیه، این آقای پوتین فکر کرد که خب چون میخواست واقعا این سرزمین رو میخواست مسالمت آمیز تیک اوور کنه بگیره، که مثلا نمیخواست با خاک یکسانش کنه، برای همین خیلی محترمانه مثلا یه دونه خط مثلا تانک برداشت رو انداخت مثلا از طرف شوروی مستقیم بره تا کیف، مثلا شهر رو عمد کنه و مثلا فقط رئیس رو عوض کنه و یه مهره خودش رو بذاره و بره بیرون بره پی کارش. آمادگی اینو روسیه نداشت که قرار باشه بمباران کنه، نمیخواست. روسیه نمیخواست اوکراین رو بمباران کنه، با خاک یکسان کنه، چون اگه تو یک سرزمینی رو میخوای، نمیخوای یه تل خاک که نمیخوای، صاحب یه تل خاک که نمیخوای بشی. ولی این سفید پوستا کاری کردن، این انگلیس ها کاری کردن که الان در هر صورت اوکراین باخته. حالا یا روسیه صاحب یه تل خاک میشه، یا اینکه این تل خاک مستقل باقی میمونه. در هر صورت اوکراین یه تل خاکه. این هدف ایناست، مغزهای مناطق مختلف رو بکشن برای کانادا، آمریکا، انگلیس، فرانسه، استرالیا. مغزهاشون رو بکشن، ثروتشون رو بکشن، یه تل خاک پشت سر باقی بذارن. این هدفشون رو واسه همه. نقطه سر خط. هر جا هم رفتن شما دارین میبینین همین هدف رو دنبال کردن. یکی ممکنه برگرده بگه خب آقا کره جنوبی چی؟ کره جنوبی که اینجوری نیست. جواب کره جنوبی اینه که توجه دارین کره جنوبی، آره، به خاطر این یه باج سبیلی سفید پوستا دارن به کره جنوبی ها دارن میدن، و اون باج سبیل اینه که بهشون اجازه دارن میدن که تا میخوان، تا دلشون میخواد کره ای ها جنس صادر کنن به آمریکا و کانادا و انگلیس و فرانسه و استرالیا، تا میخوان جنس صادر کنن با مالیات کم، یا حالتی most favored economic partner بهشون دادن. برای همین هم مثلا اقتصاد کره جنوبی خیلی کارش درسته، مثلا خیلی پول در آوردن و مردمش حسابی مثل این که وضعشون خوبه. ولی مثلا این شاید یکی برگرده کره رو، این مثال کره رو بگه در رابطه با اینکه نه، اینا هر جا میرن که پشت سرشون خرابی به وجود نمیارن، که نمیخوان که خراب بشه خود مثل لیبی. در اون مورد باید بگم نه، در مورد کره هم باید توجه کنین که درست کره جنوبی خرابی وجود نیاوردن، البته بعد از اینکه با خاک یکسانش کردن، بعد مثلا کمک کردن کره جنوبی ساخته بشه و بهش اجازه دادن صادرات با مالیات پایین داشته باشه تو به آمریکا و کانادا و فرانسه و انگلیس و استرالیا و اینا. ولی یه قیمت داره، و قیمتش اینه که کره جنوبی اولا 80 سال الان که کره جنوبی در حالت آماده باشه نظامی داره به سر میبره، 80 ساله در آماده باشه نظامیه. مملکت رو نصف کردن سفید پوستا رفتن اونجا مملکت رو نصف کردن به این جنوبی ها، به نصف جنوبی دارن باج میدن
80 ساله که در آماده باش نظامی نگرشون دارن. این یعنی چی؟ این یعنی این که این باجی که کره جنوبی ها دارن میگیرن بابت اینه که حاضر باشن که زیر بمباران و احتمالا بمباران اتمی کره شمالی قرار بگیره. خط اول بمباران کره شمالی کره جنوبی خواهد بود. برای همین دارن کلی بهش رشوه میدن و یه کمک کردن کره یه اقتصادی داشته باشه و پولی در بیاره و دوزار در بیاره، به خاطر اینکه این رشوه خط مقدم جبهه نگه داشتنه کره جنوبیه. رشوه نگه داشتن کره جنوبی در خط مقدم جنگ بر علیه آسیایی ها اینه که ما کمک میدیم 2000 جنسی که درست میکنی و به کشورهای ما صادر کنی. تو خط مقدم جبهه باش، تو در حالت آماده باش، آماده باش برای جنگ با بقیه آسیایی ها، کره شمالی و چین و کوفت و زرمار اینا. در عوض مثلا 2000 جنس ما اجازه میدیم شما صادر کنیم به کشورهای ما. میارزه؟ 80 سال الان کره جنوبی در آماده باش نظامی به سر میبره. ژاپن به سلامتی. ژاپن الان 90 سال الان از دهه از پایان جنگ جهانی دوم بگو 1945، از 1945 تا حالا ژاپن خط مقدم جنگ با چینه. 10-15 سال اصلا یه برنامه داکیومنتری بود داشتشون میداد که 10-15 سال 20 سال بعد از پایان جنگ دوم جهانی آمریکا موشک های اتمی تو ژاپن مستقر کرده بود برای حمله به چین، که خب چینی ها میدونستن اینا. که این یعنی چی؟ یعنی این که در صورت برخورد نظامی با چین ژاپن میشه خط مقدم جبهه. یعنی ژاپنه که با خاک یکسان میشه، نه آمریکا، نه انگلیس، نه فرانسه، نه استرالیا، نه کانادا. خط اول ژاپن، خط اول کره جنوبی، خط اول تایوان. ببین اینای این چند تا کشور آسیای شرقی و که مثلا میبینی سفید پوستا بهشون کمک کردن یا بهشون آوانتاج دارن دادن یا آوانس دادن یا نمیدونم حال بهشون میدن و به عنوان علای خطابشون میکنن، نه به خاطر اینکه مساویان یا احساس برادری میکنن باهاشون، نه، سفید پوستا اربابن. با اینا یه چسی بر ریششون دارن میمالن به خاطر اینکه اینا قبول کنن که خط قبول بکنن یا نکنن، در صورت سفید پوستا بهشون توجیه کردن که شما خط اول جبهه این در حمله ما به آسیا، در صورت تخاصم تهاجم شاخ به شاخ شدن سفید پوستا و آسیایی ها، ژاپن، تایوان و کره جنوبی خط مقدم جبهه هست. اینا بی برو برگرد اینا با خاک یکسان میشن. حالا چه سفید پوستا ببرن اون جنگ ها یا چه نبرن، اینا با خاک یکسان میشن. چه آسیایی ها، چه چینی ها و کره ای ها و فلان و اینا ببرن اون جنگ ها چه نبرن، ژاپن و کره جنوبی و تایوان با خاک یکسان میشن. برای اینه که سفید پوستا اونا رو کمک کردن. ولی آیا اینا سفید پوستا میخوان همچی کمکی رو به لیبی بکنن یا افغانستان یا عراق یا سوریه یا ایران یا پاکستان یا هندوستان؟ نه، گروه پدرشون نیازی ندارن.
الان بعدشون نمیاد که ایران حکومتش عوض بشه یه حکومت موافق ناتو جای این آخوندا بیاد بعد از 10 سال انقلاب و بگیر بگیر و بکن بکن و بعد از اینکه ثروت ها کلن از ایران دوباره یه مقدار خیلی زیادی رفت، مغزها رفتن، کارخونه ها خابید، اسلحه سازی متوقف شد، نیروی اتمی متوقف شد، همه چی متوقف شد، اون وقت بعد از 10 سال بعدشون نمیاد که یه جبهه یکی بذارن سر کار تو ایران که یه جبهه جنوبی بر ضد روسیه علم کنن. آره جبهه جنوبی از این نظر که از طریق دریای خزر ایران همسایه روسیه است، میتونن بجنگن، میتونن بزنن همدیگر رو خرد کنن که به نفع انگلستان بشه، همونجوری که اوکراین و روسیه الان همدیگر رو دارن خرد میکنن به نفع انگلستان داره میشه، به نفع آمریکا و کانادا و استرالیا داره میشه. ببین آقای نینیار اشتباه نکنین، اینا سفید پوستا هیچ وقت نظرشون نیست که ایران یا کشور دیگه‌ای بشه کانادا یا بشه آمریکا یا بشه انگلستان گلها چه گل بشه و حقوق بشر داشته باشه و همه خوش باشن و همه بشه انگلیس، اصلا قصدشون نیست. ممکنه بگن زبانی ما عاشق ایرانیاییم، قربون اون دودل طلای ایرانیا بریم، نه حرفه، ناگفته نماند. ما مخلص آقای آنکل سم هم هستیم، بنده شخصا مخلص آقای آنکل سم هم، چون سفید پوستا اربابن و منم قبول دارم اربابن و یه گوشهی به ما دادن به صورت موقت کنار خونه ارباب، ما هم جلو پلاسمونو بندازیم یه چند شب با سر راحت بذاریم روی بالش. ما مخلص آنکل سم هم هستیم، مخلص سفید پوستا هم هستیم، بله سرور اربابن، زمین رو از سرخ پوستا رو سلاخی کردن، زمین رو از دستشون گرفتن، سیاه پوستا رو برداشتن آوردن زمین رو ساختن، حالا شده قصر مجلل ارباب سفید پوست. حالا اگه اجازه داده ما هم دو روزی کنار باغچش جلو پلاسمون رو پنگ کنیم سر راحت زمین بذاریم، ما مخلص هم هستیم. ولی هیچ وقت اینی که ارباب به من و شمای رعیت آی دینیار اجازه داده که بیایم تو جلو پلاسمون رو بیاریم کنار خونه ارباب سفید پوست چند شبی سر راحت زمین بذاریم، هیچ وقت اشتباه نکنین که این ارباب خونه رعیتی ما رو ایرانو هیچ وقت نمیخواد مثل خونه خودش بشه. تمام سعیشونم این سفید پوستای ارباب خواهند کرد که خونه ما تو ایران از این بدتر بشه، خونه اوریجینال ما تو ایران از این بدتر بشه، تیکه پاره بشه، خورد خورد بشه، بشه مثل لیبی جنگ داخلی برای 20 سال، 30 سال، 40 سال، 50 سال. چون هر چقدر وضعیت ایران وضعیت بقیه کشورها بدتر بشه، اونقدر ثروت بیشتر هجوم میاره به انگلیس، فرانسه، کانادا، آمریکا، استرالیا، نیوزیلند. برد اینا به باخت ما بستگی داره. اینطور نیستش که همه میتونن ببرن. نه، برد اینا ارباب در صورتی میبره که بیشتر درآمد حاصل از کار تولیدی که داره روی زمینش انجام میشه، بیشتر اون درآمد بیاد تو جیب خودش. اگه درآمد اون زمین قراره بین ارباب و رعیت مساوی تقسیم بشه، رعیت هم بتونه همونقدر به خونه خودش برسه که ارباب میرسه، که دیگه ارباب نمیتونه زن و بچه رعیت رو ببره خونه خودش بتکونه.
های دینیار نه اینا برای همینه که اون وقت میگم اگه انگلیسا و امریکایی هرچی میگن شما میتونین مطمئن باشین که قشنگ عکسش واقعیت داره. آره ایرانی ها آخونده هزار یه اشتباه دارن میکنن، از جمله اینکه امولن، ولی واقعیتش خب ایرانی ها سنتی هن، ایرانی ها امولن. چند تا ایرانی فرهیخته شما میشناسی؟ چند تا بابا خواهرم بنده تو دانشگاه تهران درس خونده بود، از این آدم دروغگوتر، زیرابزنتر، دوزتر، فاحشتر، خائنتر دیگه از این خواهر من ویدا فرخ‌نژاد من دیگه از این بدتر ندیدم تو عمرم. همین خواهر ما رفت یه مسلمان بدتر از خودشو بابک نادری آزاد و دستشو کشید آورد خونه ما که مال یه خانواده زرتشتی ما رو به توبره بکشه. ایرانی ها امولن، ایرانی احمقن و فرانسوی هم مثل دارن، میگن که people deserve the government they get. آدم ها اون دولتی رو به دست میارن که حقشو دارن. کسایی که من دیدم تو زندگیم، ایرانی هایی که تو زندگیم باشون برخورد داشتم، به نظر من حکومت آخوندی سزاشونه. یکی از یک دوستر و دروغگوتر و متجاوزتر و خودخواهتر و عوضیتر. خب دولت هم باید به یه زبونی با این دوزدهای دروغگو متجاوز خائن، دولت باید دولتی باشه که زبون این دوزدهای دروغگو متجاوز خائن رو بفهمه دیگه. برای همینه دارم میگم رضا شاه عوضی که پسرش فرستاد سوئیس درس بخونه، رضا شاه قرار بود پسرش رو بفرسته چه میدونم بندر عباس درس بخونه، قرار بود پسرش رو بفرسته شهر ری درس بخونه، کنار همین چونگشادای ایرانی بشینه پشت میز زبون اینا رو یاد بگیره. اگه میخواد رو اینا حکومت کنه باید زبون این چونگشادا رو یاد بگیره، زبون ایرانی واقعی، زبون خواهر دزد من، متجاوز من رو باید قرار بود یاد بگیره آقای رضا پهل، محمد رضا شاه، نه زبون سوئیسیای متمدن، قانونمند، قانونگرای. چه فایده شما بری زبون یه مش آدم متمدن رو یاد بگیری بعد قرار بشه با یه مش آدم بی تمدن سر و کله بزنی؟ معلومه آقای محمد رضا شاه موفق موفق نمیشد، قشنگ معلوم بود. ممکنه آدم چیز فهمی بوده که مطمئنم بوده، ممکنه آدم خیرخواهی بوده که مطمئنم بوده، ولی زبون ایرانی ها رو یه گوساله مثل خودشون میفهمه. زبون ایرانی ها رو زبون خواهر من و من نمیفهمیدم. خواهر من یه آدم دزد متجاوز، زیرابزن، دروغگو، زورگو. بچه مسلمانیم که سیغش کرد بدتر از خودش. اینا ایرانی واقعی هست. زبون اینا رو یه آدم متمدنه، آروم، منطقی، همچه آدمی زبون اینا رو نمیفهمه. اینا زبونشون رو فقط تبر میفهمه. باید با تبر بالا سرشون وایستی؟ با ایرانی ها رو در کل باید با تبر بالا سرشون وایستی؟ که بدونن که اگر چپاول کردن، اگه مال کسی رو خوردن، اگه دزدی کردن، اگه دروغ گفتن، اگه غیر متمدنانه عمل کردن، ببینن تبر رو، بترسن از تبر، اونجوری عمل نکنن. بدونن اگه اونجوری عمل میکنن تبر گردنشون رو نصف میکنه. این تنها حالتیه که با ایرانی، با عراقی، با افغان، با لیبی شما میتونی برخورد کنی. تنها حالتی که شما میتونی
نظم و آرامش رو تو این کشورهای خاورمیانه، آفریقای شمال آفریقا، کل آفریقا، خاورمیانه، آسیای جنوبی، تنها حالتی که شما میتونی مردم رو، مردم چپاولگر دزد دروغگو خائن رو میتونی کنترل کنی اینه که ترس مرگ رو درشون بریزی. اگه به حال خودشون بذاری، اگه آزادشون بذاری، میشه مثل خواهر ما کل دارایی خانواده رو میخوره یا آبم روش میخوره، به رو مبارکش هم نمیاره، اصلا حق خودش میدونه که مال همه رو بخوره. این ایرانیه. نه آقای دینیار، آره آخوندا در قشنگ زبون همین ایرانی ها رو میفهمن، امولن، آره ایرانی ها امولن، آره یه مقدار دزدن، آره ایرانی ها دزدن. این خواهر ما مسلمون هم نبود، ماده قبه آخوندا قشنگ زبون ایرانی ها رو میفهمن، آره امولن، عقب افتادن، یه سری قوانین تخمی دارن. خب خدا رو شکر که ما از ایران در رفتیم، ولی واسه ایرانی ها همین خوبه. ایرانی ها بهتر از این لیاقتشون ندارن، ولی هیچ وقت فکر نکنین که سفید پوستا که مخالفن با این آخوندا خوب ایرانی ها رو میخوان. اصلا آره ما هم مثلا از آخونده خوشمون نمیاد، ما هم از آخونده بدمون میاد، ولی ما که بدمون میاد اگه یه مقداری مادقبا عوض بشن، یه ذره انسانی تر بشن، یه ذره حقوق مدنی به مردم بدن، یه ذره رفتارشون بهتر بشه، باورهاشون یه ذره متمدن تر بشه، آره ما مشکلمون حله. ولی سفید پوستا مشکلشون با آخونده این چیزا نیست، نه آزادیه، نه حقوق بشره، نه اقتصادی، هیچ کدوم این مشکلات رو با آخوندهای سفید پوستا ندارن. کما اینکه مثالش جلو روتونه، عربستان سعودی از این آخوندهای ایران عصر حجرترن. هر جمعه عرب تو عربستان سعودی سرزنی دارن، هر جمعه سر چند نفر و سر چهارراهای مختلف شهرهای مختلف عربستان سعودی سر چند نفر رو میزنن بعد از نماز جمعه. به خاطر جرم های مختلف سفید پوست ها هیچ مشکلی ندارن، اصلا تو اخبارشون اعلام نمی کنن هیچ وقت. یعنی چی؟ یعنی نه هیچ کدوم سفید پوست ها نه مشکلی با اسلام دارن، به خاطر اینکه عربستان سعودی رفیق شفیق مستعمره شونه، به قول خودشون تریتوری شونه، قلمرو شونه، برای همین هیچ آتیشی واسه منقل عربستان سعودی نمیارن، به خاطر اینکه قلمرو خودشونه. مسئولین عربستان سعودی رعیت‌های خودشونن و قبول هم کردن که رعیتن، و از اونجا میدونیم که رؤسای عربستان سعودی قبول کردن که رعیت سفیدپوستا هستن، از اونجا میدونیم که ماهانه عدد خیلی درشتی از درآمدهای نفتی عربستان سعودی تو بازار بورس آمریکا و انگلیس و کانادا و فرانسه و استرالیا سرمایه گذاری میشه، غیر از اسلحه‌هایی که میخرن و تکنولوژی که میخرن، غیر از خریداشون یه مقدار خیلی زیادی درآمد عربستان سعودی سرمایه گذاری میشه مستقیما زیر پرچم سعودی ویلت فاند، مثلا یه حساب بانکی مثلا دولتی عربستان سعودیه که مثلا مال همه است، ولی در واقع میدونیم که مال خانواده سلطنتی عربستان سعودیه که اونا خودشون رعیت سفید پوستا هستن و هممون میدونیم. از این طرف دارن تکنولوژی و اسلحه میخرن، از اون طرف پولشو میدن، از اون طرف دارن پولا رو برمیدارن از عربستان سعودی میرن سرمایه گذاری مستقیم میکنن تو کشورهای سفید پوستا، از اون طرف هم 40% ملت عربستان سعودی زیر خط فقر دارن زندگی میکنن. اینم مطمئنا شما نمیدونستین، ولی خب
واقعیته. برین تو اینترنت سرچ کنین، چیزی هستش که این رسانه های خبری مثل بی بی سی، وی او ای، اینا نمیخوان بگن. نمیخوان بگن که عربستان سعودی که انقدر داره پول تو کشورهای سفید پوستا سرمایه گذاری میکنه، 40% ملت خودش زیر خط فقر دارن زندگی میکنن. نمیخوان بگن. تازه در این حال که تحت تحریم اقتصادی نیستن و این نیستن و اون نیست، مثل ایران تحت هیچ تحریمی نیستن، هیچ جوری، هیچ وسیله، هیچ برنامه ای نیست، با این حال 40% ملتشون زیر خط فقره. ببین مشکلی که من و شما با آخونده ایران داریم مشکلی نیست که سفید پوستو با آخونده ایران دارن. ما میخوایم اینا بهتر بشن، سفید پوستا میخوان اینا بدتر بشن. سفید پوستا میخوان آخونده برن بدتر از آخوند بیاد، که ایران متلاشی بشه، که ایران 40 سال داخل وارد جنگ داخلی بشه، که ایران شروع کنه با روسیه جنگیدن، که ایران مثل اوکراین با خاک یکسان بشه. چند تا چیز. اوکراین درسته که روسیه وارد اوکراین شده، ولی این به اون دلیلیه که سال 2014 هر کشوری مثل روسیه، مثل آمریکا انتظار داره که پاکستان، میگم آمریکا انتظار داره مکزیک و کانادا کشور دوست و برادر باشن، به خاطر اینکه همسایه‌اند. اگه یک کشوری از اون سر دنیا بخواد یه موشی بدونه تو مکزیک یا موشی بدونه تو کانادا و یه حکومتی رو وارد این دوتا کشور بکنه که واقعا جنبه متخاصم، موضع متخاصم با آمریکا بگیرن، آمریکا نمیذاره. حتی اگه شده به صورت نظامی وارد کانادا بشه یا وارد مکزیک بشه و جلوگیری بکنه از انتصاب یک مهره متخاصم در این کشورهای همسایه، میکنه. همونجوری که تو کوبا میخواستن آمریکایی‌ها رسما برن قبل از اینکه وارد دیل، یه دیلی با شوروی کردن، قبل از اون آمریکایی‌ها واقعا میخواستن وارد کوبا بشن. ما اجازه نمیدیم که یه حکومت متخاصم بیاد تو همسایگی ما. البته خب کوبا کوچیک بود، حالا حساب کنیم معلومه آمریکا اجازه نمیده مکزیک یه حکومت متخاصم وارد مکزیک بشه، به قدرت برسه تو مکزیک. منتها همین کارو با روسیه کردن سال 2014. CIA پشت پرده، وزارت امور خارجه آمریکا و CIA پشت پرده دست به دست هم دیگه دادن و یه کشور دوست و برادر به نام اوکراینو تبدیلش کردن به یه کشور متخاصم علیه روسیه. همسایه روسیه است طبق متداول، باید کشورهای اطراف یک کشور قدرتمند باید کشور دوست برادر باشن، مثل کانادا و مکزیک اطراف آمریکا. کشور دوست برادر، روابط دوستانه، ولی به زور یک کودتایی کردن تو اوکراین سال 2014 که سال 2022 به اینجا رسیدیم، رسما وارد جنگ شده. بخاطر این سال 2014 مسئول دوست و برادر اوکراین، دوست اوکراین که مسئولش دوست و برادر بود و با کشور همسایه روسیه و فلان و اینا، اون مسئوله رو کله پا کردن، یه کودتایی کردن، یه آشغالی آوردن، اون آشغال رفت، یه آشغال دیگه اومد، یه مهره دستشانده دیگه ای، تا آخر به اینجا رسیدیم که این باباش دیگه جدیده شده دوست و برادر نیتو. اینا این مهره ها رو عوض کردن و کله پا کردن و فلان اینا، همش به خاطر این بود که یه جبهه جنگ نسبت به روسیه باز کنن اینجا. چرا روسیه حساسن تو اوکراین؟ به خاطر اینکه نصف جمعیت اوکراین روسیه، زبانشون روسیه، فرهنگشون روسیه، همه چیشون روسی بوده. حداقل نصف جمعیت روسیه هن و در ضمن روسیه به بلک سی، به دریای سیاه،
همون جوری نگاه میکنه که آمریکا به گالف آف مکسیکو. مثلا گالف آف مکسیکو تو آمریکا همون نقشی رو داره از لحاظ آمریکا که بلک سی واسه روسیه داره. تو میگه که آقا این دریای ماست، ما اینجا مثلا یه فلیت کشتی داریم، ما نمیدونم این فلیت کل دسترسیمون به آبهای گرم از طریق این بلک سیه، ما اینجا نمیخوایم ناتو بیاد اینجا جلو پلاسشو بیاره نه قشنگ کنار مملکت ما بچینه زمین، نمیخوایم. و تا موقعی هم که اوکراین میانه رو بود و طرف ناتو نبود و میانه رو روی داشت میکرد یا و چیز بود و معمولی بود و بی‌طرف بود، مشکلی نداشت روسیه. ولی سفید پوستا، انگلیسا خصوصا، انگلیسا، آمریکایی ها، فرانسوی ها، استرالیا، کانادا یا نمیخواستن همچی چیزی ها. اینا هی میخوان گسترش بدن، میخوان رعیت های بیشتری زیر نظرشون باشه، راز ساده بگم، میخوان رعیت های بیشتری زیر کنترلشون باشه. الان هم این رعیت های تو اوکراینی رو کلیشون رو بردن تو آمریکا، تو کانادا، تو انگلیس، تو فرانسه. کلی فاحشه های انگلیسی الان شدن زنای اوکراینی، کلی فاحشه های فرانسوی شدن زنای اوکراینی، تو آمریکا، تو کانادا کلی فاحشه خوشگل وارد کردن از اوکراین. این زنای بد، زن و دختره بدبخت اوکراینیه که در به در شدن و جنگ زده شدن، همش هم اسم روسیه بد در میره که آه روسیه حمله کرد. بابا روسیه حمله کرد به خاطر اینکه تو اوکراین جنگ داخلی شما رو انداختین، به خاطر اینکه اون با سیخ کنک آمریکایی‌ها این اوکراینی‌ها شروع کردن با همکشوری‌های خودشون که روسی بودن شروع کردن جنگیدن، جنگ داخلی رو انداختن تو اوکراین. همین آمریکایی‌ها، همین انگلیس‌ها، از خداشون اینا جنگ داخلی را بندازن تو ایران. هدف ما آقای، ببین یه جمله میگم از آقای هنری کیسینجر، آقای دینیار، یه جمله میگم از آقای هنری کیسینجر و اینو واقعا خوندم، همچی جمله گفته، حالا از البته در اومده که این گفته بوده، منطقه جمله مال مثلا 40 سال پیشه. آقای هنری کیسینجر سفید پوست، وزیر امور خارجه آمریکا برای مدت خیلی طولانی و به صورت مستقیمن و مدت خیلی طولانی تر به صورت غیر مستقیم، کلی رئیس جمهورای آمریکا با هنری کیسینجر مشاوره میکردن و میکنن، هنوز منقبه زنده است. آقای هنری کیسینجر گفته بود که جمله‌ای گفته بود که خلاصه دید سفید پوستا نسبت به بقیه دنیاست. جمله هنری کیسینجر این بود در رابطه با جنگ ایران و عراق. آقای هنری کیسینجر برشته بود گفته بود که متاسفم که هر دوتا نمیتونن ببازن. I'm sorry they both can't lose. در رابطه با جنگ ایران و عراق. I'm sorry they both can't lose. یعنی ایدئال سفید پوستا اینه که این سبزه ها، این پوست قهوه ای ها، این پوست زرد ها، این پوست سفید ها، ژاپن و چین، ایران و عراق، اوکراین و روسیه، ونزوئلا و کولومبیا، از خداشونه این سفید پوستا که اینا به جنگن همدیگر با همدیگه برای مدت طولانی و تمام آفریقا، تمام آفریقا به جنگن با همدیگه، کشورها با همدیگه و کشورها در داخل خودشون، از خداشونه که اینا به جنگن با هم، جنگ داخلی بشه یا جنگ با همسایه هاشون بشه. هدف اینه که ثروت و مغز و هر چی دیگه اینا دارن راهی انگلیس، فرانسه، آمریکا، کانادا، استرالیا، نیوزیلند بشه که خونه ارباب و اینا کمک بدن بسازن.
نقطه سر خط. هر موقع داری به بی بی سی گوش میدی آقای دینیار، به وی او ای گوش میدی یا به ایران اینترنشنال گوش میدی، یا هر موقع داری به اینا گوش میدی، یادت باشه اینا دارن از جانب، از نقطه نظر ارباب دارن صحبت میکنن. چی به نفع ارباب سفید پوسته، نه چی به نفع خونه رعیت تو ایرانه. قاسم سلیمانیو کشتن، قشنگ مشخصه که انگلیسی و آمریکایی قاسم سلیمانیو کشتن. میتونم مطمئن بشین باشین که اون مهره بود که واقعا به نفع ایران بود و سفید پوستا نمیخواستن. سفید پوستا چیزی که به نفع ایران باشه نمیخواد.